بینندگان گرامی سلام، هشتم ذی‌حجه سال 60 هجری روزی مهم در تاریخ اسلام است، چرا که امام حسین علیه السلام در این روز و پس از انجام اعمال عمره مکه را به سوی عراق ترک کرد. امام حسین علیه السلام پس از دریافت نامه مسلم ابن عقیل و احساس خطر از دشخیمان یزید، احرام حج خود را به عمره تبدیل کرد و پس از انجام مراسم عمره از احرام بیرون آمده و در روز سه‌شنبه روز ترویه یعنی هشتم ذی‌حجه سال 60 هجری قمری پس از 65 روز اقامت در مکه به اتفاق حدود 86 نفر از شیعیان و دوستان و خانواده خود از مکه بیرون آمده و به سوی عراق حرکت کردند. خطبه ای را که امام حسین علیه السلام در هنگام خروج از مکه ایراد فرمودند چه بود؟ سید ابن طاووس در کتاب لهوف ما را در جریان کامل این رویداد قرار می دهد. امام حسین علیه السلام پس از ستایش و حمد خداوند فرمودند قلاده مرگ بر گردن آدمی زاد همانند گردن بندی است بر گردن دختران جوان و مرگ همیشه همراه آدمی است. اشتیاق من به دیدار پدر و مادر و جد و برادرم همانند اشتیاق یعقوب است به دیدار یوسف. برای من شهادتگاهی برگزیده شده که بی تردید به آن خواهم رسید. می بینم گرگان درنده بیابان را در اطراف نواویس و کربلا بند بند تنم را پاره پاره کرده و شکمهای تهی و مشکهای خالی خود را از من پر می کنند. از روز سرنوشت نتوان گریخت. خوشنودی خدا در خوشنودی ما اهل بیت است. بر بلای او شکیباییم که او پاداش صابران را به ما می دهد. پاره تن رسول خدا صلی الله علیه و آله از او دور نمی شود و در بهشت به او می رسد و باعث روشنی چشم و تحقق وعده اش می شود. هر کس آماده فداکاری و جانبازی در راه ماست، خیشتن را آماده مرگ نماید و با ما عزیمت کند.